کتاب دلیران تنگستانی رئیس علی دید که عده آنها شش نفر است به یک نظر سامخان فرزند شجاع زائر خزرخان و قلام حسین تنگکی دشمن خیش را تشخیص داد سپس رو به سامخان کرد و گفت از تیرهایی که میانداختید تصور کردم دو نفر استید اکنون میبینم شش نفرید سام خان گفت از ابتدا من و جعفر خان بودیم و این چهار نفر چند دقیقه است که به ما ملحق شده اند رئیس علی گفت آجاب شما دو نفر با چه جرأت در مقابل پنج هزار نفری استادگی کرده اید باقی رفقا کجا هستند؟ سام خان گفت چاره ای نبود تا از اهرم مدد برسد مجبور بودیم گلوله های دشمن را بی جواب نگذاریم رفقا در اهرم هستند و آن غریب وارد می شوند و سام در حین اینکه تیر می حرف می زد رئیس علی نظر قزبالودی به قلام حسین افکند و گفت شما کجا بودید و اینجا چه کار می کنید؟ غلام حسین گفت خان من قصاشم به اهرم بروم و برای خدمتگذاری خدمت شما برسم چون سام خان را در اینجا تنها دیدم برای کمک به او ملحق شدم رئیس علی با خود گفت ای بیشرفت تو به خیال قتل من به اهرم میرفتی نه خدمت گذاری و پس بلند گفت من و سامخان هیچ کدام محتاج به معاونت تو نیستیم بهتران است به تنگک بروی و به کار خودت مشغول باشی غلام حسین گفت اطاعت می کنم از شما دور می شوم. اما به اهرم رفته به زائر خزخان ملحق می شوم. او مرا می شناسد و قدر خدمات مرا می داند رئیس علی گفت از اینجا دور شوید به هر کجا که می خواهید بروید غلام حسین توفنگ خود را در دست گرفت و رو به اهرم کرد پس از رفتن او رئیس علی تفصیل مصاحبه او را با صاحب منصب برای سام نقل کرد سام متعجب شد و گفت خوب شد خوب شد که این خائن از اینجا دور شد اما میترسم نزد پدرم رود و در آنجا مرتکب جنایتی شود رئیس علی شانه ها را حرکت داده و زمزم کنان گفت او فقط در پی قتل من است با دیگران کاری ندارد اکنون مطلب مهمتر از آن در پیش داریم من قصد داشتم به اهرم بروم مطابع این خود را به مدد شما آورم ولی چون میگویید آنها به زودی میرسن از رفتن اهرم منصرف شدم اما توفنگ ندارم تکلیفم چیز کاش توفنگ این پس فطرت را گرفته بودم و بعد گفت ده تیر دارم همین کافی است و فورا تیر را بیرون آورد و به دست گرفت و نشان رفت تیری از دهانه آن خارج گشت و یک نفر به زمین افتاد این اولین فردی از دشمن بود که در این جنگ کشته میشد زیرا که قبل از آن سام و رفیقش تمام در کار مدافعه بودند و به حمله و کشدار موفق نشده بودند انگلیسی ها همین که یک نفر را کشته دیدن سخت حمله کردن و قررش توپ و نفیر توفنگ بود که به شدت هرچه تمام تر بر خواست و پاره های گلوله در اطراف رئیس علی و سام بر زمین می خورد. فداکاران ما هم بیکار ننشسته و با هر تیر یک نفر را معدوم می کردن. اما پنج نفر هر قد دلیر و از جان گذشته باشند مگر تا چه مدت می توانن در مقابل پنج هزار نفر ایستادگی کنند و صبات قدم به خرج دهند. جنگ سختی شد و برای رفقای ما هنوز از اهرم مدد نرسیده آیا چه شده که نیامده اند؟ رئیس علی بیش از این توقف در کمینگاه را جایز ندانسته حوصله اش رفت و به سام گفت من قصارم خود را به صفوف دشمن زنم مانند زنان از این بیشتر گوشه نمانم این را گفت و از کمینگاه خارج گشته و مانند شیر خشبین یا اجده های زخمیده به افواج بیشمار دشمن حمله مردانه کرد دهتیر در دست راست و دشنه بزرگی در دست چپ گرفته میگشت و میانداخت تا گلوله های او تمام شد و ناچار دهتیر را به دور افکند و با دشنه مشغول شد هندیان با آنکه سراپا مسلح بودن از جلوی او مانند گوسفندانی که از پیش پلنگ خوناشان فرار کنند میگریختند سامچون این گونه شجاعت و از جان گذشتگی را دید او نیز از پشت تل بیرون آمد و به میدان کارزار قدم گذاشت و سه نفر تفنگچی نیز به آنها ملحق شدند و داد مردانگی میدادند و دائم فریاد زنده بادیران و پاینده بادیران از آنها بلند میشد به واقع با هر تیری جانداری را بیجان و با هر دشنه هندوی را آزم عالم دیگر می تا عرصه بر دشمنان تنگ شد و چند قدم عقب نشستند. اما در این موقع از تنگستانیان دو نفر کشته شده و به زمین افتادند. ولی سه نفر هنوز پا بر جای و صحرای تنگک را از خون رنگین کرده بودند که از طرف اهرم گردی برخواست و یک عده پنجاه نفری که قلام حسین تنگکی پیشا پیش آنها می آمد نزدیک شد و خود را به سام و رئیس علی رسانید و مشغول جنگ شدند. چشم رئیس علی که به رخساره تیره قلام حسین افتاد بی اختیار بر خود لرزید و مقصود او را دانست. ولی اعتنا نکرد و سرگرم کارزار بود لباسش قطع قطعه شده و دستهایش تا آرنج برهنه و خونالوت گشته تفنگی را که اخیرا از یک نفر تفنگچی گرفته بود از بس با قنداق آن بر سر دشمنان کوبیده بود قنداق شکسته و تفنگ مزبور مبدل به پار آهن بیمصرفی شده بود مزاله در دست آن شیر مرد خالی از فایده نماند و کردار گرز پور دستان را انجام میداد. زمانی گردن می شکست و گاهی چون غذای ناگهان بر سر آنها فرود آمده و مغز سرها را به اطراف می پراکند اما دیگر رئیس علی خسته و کوفته شده و فزون از حد زخمای گران یافته لحظه ای خود را به کنار کشید که بیار آمد. رئیس علی می تشدید قوا کند و از نو حمله نماید که ناگهان از عقب سرتیری به قفای او رسید و او را بر زمین زد. آری رئیس دیگر خودداری نتوانست کند گلوله های اجنبی به دو کارگر نشده ولی این تیر ربطی به آنها نداشت و از جانب آشنا آمده بود او را از پای درآورده بود انگام افتادن به صدای رسا فریاد کرد سا من رفتم خدا تو را نگهدار باشد سلام مرا به پدرت و شیخ حسین خان برسان آخرین غلام حسین خان مرا کشت اگر توانستی انتقامم را بگیر اما نه راضی نیستم بگذار دست روزگار او را مجازات دهد زنده باد ایران این را گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد مشهور است که در این وقت یک نفر از صاحب منصبان انگلیسی خود را به جسد بیجان او رسانید تا فهمیده مرده است از شدت قیز و اداوتی که داشت با ده تیر هفت گلوله بر نعشه او زد. این بود عاقبت فرزند رشید ایران رئیس علی خان دلواری که خود را فدای وطن عزیز و بقای شرافت هموطنانش کرد. رئیس علی یک نفر ایرانی تحصیل کرده و دانشمند اروپا دیده نبود اما ایرانی غیرتمند و فداکاری بود که نخواست تا او زنده است دشمنان وطن عزیزش را پایمال سم ستوران سازند. رئیس علی در میدان کارزار جان داد در حالی که وزرا و بزرگان آن عصر حتی شهریار آن دوره ایران در تهران مشغول عیاشی های شبان روزی خود بودند و امثال رئیس علی را یاقی و تاقی می نامیدند. رئیس علی اگر در یکی از ممالک اروپا بود و اینطور در راه وطن جان فشانی کرده بود هراین آینه مقبره او زیارتگاه و مجسمه اش در تمام شهرهای مهم نصب شده بود. ولی امروز مزار رئیس علی در قبرستان نجف گمنام افتاده و کمتر تهرانی و آذربایجانی و گیلانی هستند که او را بشناسند و خدماتش را تقدیس کنند رئیس علی ای شهید گمنام و ای فراموش شده ی ایام سر از خاک تیره بردار و اوضای وطن را بعد از مرگ خود نظاره کن. پس از شهادت تو دیر زمانی نکشید که قشون اجنبی برازیان را تصرف کرد و به جانب شیراز ره سپار شد. برادران تو شیخ حسین خان و زائر خزرخان یکی بعد از دیگری شهید گشتند. هم مسلکان نامی تو در مقابل قشون بیشمار دشمن تا به مقاومت نیاوردند و مغلوب شدند و دشمن شیراز را تصرف کرد. در آنجا قشون SPR آر تشکیل داد و دمار از روزگار وطن دوستان درآورد رئیس علی تو زیر خاک خفتی و دشمنان تنگک را آتش زدند و دلوار را با خاک یکسان کردند تو حامی زنان و کودکان بودی و تا حیات داشتی دشمن جرأت آزار آنان را نمی کرد. پس سر از خاک تیره بردار و سایی بلند پایه را بر سر آنها بگستر و آتش فشانی های تیارت دشمن را پاسخ گو و کودکانی را که در زیر آتش بوم های تیارات سوخته و برای خود چیزی را نمی بینن تسلیت و پناه ده. افسوس و افسوس که دیگر رئیس علی وجود ندارد. اما نه رئیس علی باور مکن که مرده باشی. چون امثال تو مردان نامور نمی میرند اینک من نام تو را زنده و جاوید کردم و باشد که هموطنان فاضل تو بر این گفتار خام کسوت پختگی پوشند و نام نامی تو را در دیباچه دفتر و تنخواهان حقیقی نویسند هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق سبت هست بر جریده ی عالم دوام تو فصل یازدهم شکست دشمن قتل صاحب منصب قشون نعش رئیس علی از میدان جنگ خارج شده و قاتل بیشرفش فرار کرده زائر خزرخان و شیخ حسین خان با چهارصد نفر توفنجی به مدد سام خان آمده اند. های دشمن از هوا و توپ های او از زمین آتش ریزی و آتش فشانی می کند. شیخ محمد خان و شیخ عبدالرسول خان و سایر فرزندان شیخ حسین خان داد مردانگی میدهند اما همه از مرگ رئیس علی خان خون دل و محموم هستند و تلافی از خزم را دامن همت بر کمر بسته در ضمن گیرودار شیخ عبدالرسول خان به برادرش نزدیک شد و گفت قصارم تا دشمن را سرنگون کنم. شیخ محمد خان خندید و گفت چون این کاری مشکل است بی جهد وقت را زایع می کنی. شیخ عبدالرسول خان دیگر در موضوع امکان این امر اصرار نکرد و خواست به برادر خود امکان آن را عملا ثابت کند. پس دوربین را از جیبش بیرون آورد به تفنگ خودش نصب کرد. یکی از تیارات را که بیش از باقی کر و فر و جست و خیز داشت نشان نمود گلوله از دهانه توفنگ خارج شد و بلا فاصله تیاره در نزدیکی آنها به زمین افتاد و سرنگون شد. برادران نزدیک تیاره شدن هوا انگلیسی که تیر خورده و سخت زخمی شده بود فریاد می کرد و مدد می تلبید. تیر یکی از تفنگچیان او را مهلت نداده و به دیار دیگرش فرستاد و در آن هواپیما جز هوا نورد مذکور کسی نبود شیخ محمدخان برادر کهتر خود را تحسین کرد انگلیسی ها که از این حادثه سخت خشمناک شده بودند با تمام قوای خود حمله کردند حمله آنان به طوری شدید و سخت بود که وطن پرستان را قدمی چند عقب نشانید زمنان به علت گرمی فوقلاده هوا و نبودن آب اتش بر آنها مستالی شده و بیاندازه در زحمت افتادند. آنچه مسلم است تنگستانیان در هیچ یک از میدانهای جنگ بدین گونه در مشقت نیافتاده بودند. علت عمده سختی ای که در این جنگ می دیدن همان دم عدم آب و تشنگی مفرتی بود جانها گداخته و زبانها در کام خشک شده بود از آن طرف مخالفین تمام لوازم آسایش و حرب را دارا بودند نه بیم تشنگی داشتند نه ترس گرسنگی تعداد آنها از پنج هزار به شش و هفت هزار رسیده و باز از بوشهر برای آنها مدد می رسید هر قدر که از هندیهای بیچاره کشته می شدند چندین برابر جای آنها را می گرفتند به واقع جنگی بدین سختی و عظمت کمتر دیده شده و فداکاری به این پای روزگار معدودی بیش ندیده سخن کوتاه کنم در حینی که تنگستانیان متدرجن عقب نشسته دست از جان شسته و تقریبا شکست خورده بودند صدای شیپور رجعت آوای شیپور مرگ باری از قشون دشمن بلند شد انگلیسی ها دیده می شدند که پشت به جنگ داده و فرار همی کنند ایرانیان بدون اینکه بفهمند قضیه از چه قرار و سبب گریختن آنان از چه راه است منتظر نمانده و به تعقیب آنها پرداختند میزدند و میکشند و به فریاد واسموس آلمانی که آنها را از تعقیب دشمن معنی میکرد اعتنا نمیکردند و امر واسموس خود را به قوانین رسانید و تقاضای امر به رجعت چیان کرد واسموس می گفت یکی از صاحب منصبان مهم آنها کشته شده و حضرات نعش او را میبرند و پس تعقیب آنها بیش از این جایز نیست. چون قریب به بوشهر می رسند و نزدیک شدن به بوشهر حسنی ندارد. احرار سخنان او را شنیده دست از تعقیب کشیده و مراجعت کردند. در این جنگ از انگلیسی ها یک هزار نفر و از تنگستانی ها قریب نوت نفر کشته شده بود شیخ عبدالحسین خان فرزند شیخ حسین خان نیز جزء مقتولین بود این جوان به اندازه دلاور و رشید بود که دشمن بر مرگش تأصف خورده و مسترچیک کنسول دولت انگلیس در بوشهر در مکتوبی به زائر عبدالله خانه دشتی نوشته و شرح این جنگ را داده است که سواد این مکتوب چند سال قبل در روزنامه شفق سرخ تهران درد شده از قتل او اظهار ملال می نماید. فصل دوازده هم رویای شیخ حسین خان پنجاه سال از جنگ مهم فوق گذشته است باز چندین بار بین انگلیسی ها و ایرانیان جنگ سختی پیش آمد و به طور کلی ایرانیان غالب و اجنبیان مغلوب شدند. زائر خیز در اهرم شیخ حسین خان در چاه کوتا، در نیز در امیریه خود در بوشهر نشسته، با ندما و دوستان قدیمی مشغول مصاحبه است. روزی که حکایت ما شروع می شود، سه دو ساعت به غروب آفتاب مانده است. در به اتاقی که دریا بگی در آن بود باز شد و پیش خدمتی پاکت بزرگی را که دارای علامت دولت انگلیس بود به دستش داد. دریا بگی پاکت را گشود و پس از مطالعه رنگ از رخسارش پرید به قیز تمام مکتوب را روی زمین انداخت و مشغول تفکر شد. آی سید محمد رضا که آنجا بود آهسته پرسید شما را چه می شود مگر در نامه چه نوشته بودند؟ دریا بگی گفت من از این قسم حکرانی آجس شده ام حضرات مرا آلت دست و مسخره خود کردند هر روز دستور تازه و فرمان جدیدی صادر می کنند حال دیگر می خواهند مرا بدنام کنند و در انظار ملت خائن جلوه بدهند آقای جنرال قنسول به من امر کرده که به چاه کوتاه بروم و با شیخ حسین خان که محبوب قلوب عموم است و مردم او را سالار مینامند جنگ کنم اگر بتوانم نابودش کنم حقیقت برای من که یک نفر ایرانی و خود را وطن دوست می دانم شرماور نیست با شخصی مثل حسین خان به جنگم آیا درست است؟ های سید محمد رضا که هنوز خاطرش از حادثه ی قائله رئیس علی ملول و افسرده بود با حزن وافر کلمات دریا بگیرا گوش داد و گفت البته شما در این آخر عمری چون ننگ تاریخی را بر خود هموار نمی کنید و لعنت ابدی را خریداری نخواهید کرد زیرا اگر به چاه کوتاه بروید مجبور می شوید با شیخ حسین خان جنگ کنید و آنقدر ایستادگی نمایید تا بکشید یا کشته شوید و در هر صورت باخت با شماست دریا بیگی گفت البته حتی المقدور سعی خواهم کرد که از این کار سر باز زنم اما اگر مرا مجبور کنن نمیدانم تکلیف چه خواهد بود حاج سید محمد رضا از عبارت آخری و طرز ادای این جمله دانست که دریا بگی بالاخره به دین کار زش اقدام خواهد کرد پس بیش از این مذاکره را جایز ندانسته از جایش بلند شد و رفت پس از رفتن او دریا بگی یک بار دیگر مکتوب را مطالعه کرد و در جیب خودش گذاشت قریب نیم ساعت فکر کرد و بالاخره مثل اینکه در این خصوص تصمیم قطعی گرفته باشد قلم را برداشت و در جواب چند کلمه نوشت و پیش خدمت را طلبید و کاغذ را به او داد و گفت که به قنسول خانه ببرد. پیشخدمت نامه را گرفت و از اتاق خارج شد. فردای آن روز دریابگی با راه آهن به برازجان رفت. در برازجان 400 نفر نظامی اس که در تحت فرماندهی یاور عطا الله خان قاجار از کازرون مخصوص جنگ با شیخ حسین خان از طرف انگلیسی ها معمور و اعزام شده بودند توقف داشتند. انگلیسی ها پس از ورود به براسیان و جنگ با قزم فرول سلطنه زابط آنجا و با شکست قزم فرول سلطنه و فرارش زرقام سلطنه همشیر زاده قزم فرول سلطنه را کت خدای برازجان قرار داده و در این وقت به نیز دستور داده بودند که صد نفر تفنگچی از متابعین خود را برای جنگ با تنگستانیان آماده کند و او هم اطاعت کرده بود. ای در خانه حیات داوودی نیست برای اینکه از این محبت بزرگ محروم نماند برادرزاده خود خان علی خان را با دویست نفر تفنگچی به میدان جنگ فرستاده